سلام، با خبرهای ساعت 6 شام خوش آمدید. یک شنبه هفتم جوزای 1396 خورشیدی برابر است با 28 می سال 2017 میلادی. در نخست سرخط خبرها، متهم شدن امرالله صالح به مهره استخباراتی بودن از سوی حزب اسلامی، کشته شدن 6 باشنده ولسوالی اچین‌ننگرهار از سوی داعش، پیروزی آمریکا در نبرد افغانستان مشروط به تجهیز و تمویل نظامیان کشور، تأکید معین بازرگانی وزارت تجارت بر صنعتی شدن افغانستان در سالهای آینده و جان باختن 122 تن در سریلانکا اثر سرازیر شدن سیلاب. من سید فرید صنایعی تا نیم ساعت دیگر میزبان شما هستم. امرالله صالح مهره ساخته شده استخباراتی است و تلاشهایش از بهر از هم پاشیدن حزب اسلامی به جایی نخواهد رسید. سخنگوی حزب اسلامی میافزاید عبدالهادی ارغندوال از چهره های کلیدی این حزب است، اما آقای صالح هیچگاه با این روی کردش نمیتواند کادرهای این حزب را از هم جدا کند. او از حکومت میخواهد جلوی افرادی را که از بلندگوی حکومت در پی سنگ اندازی در روند صلحند بگیرد. زبیلا دورندش گزارش میدهد. واژه ها و جملات که این روزها میان امرالله صالح وزیر دولت در امور تعیینات و اصلاحات در نهادهای امنیتی و دفاعی و حزب اسلامی رد و بدل می شود. چندی است که آقای صالح گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی را نشانه می گیرد و او را رهبر حزب اسلامی ندانسته، بل عبدالهادی ارغندیوال چهره شناخته شده این حزب را رهبر حزب اسلامی در 15 سال پسین می داند. جناب ارغندیوال صاحب از دید ما رهبر اصلی و مشروع و ثبت شده و واقعی حزب اسلامی است که در 17 سال اخیر در صف ما واقعا بوده. اما حالا حزب اسلامی امرالله صالح را مهره استخباراتی و سوخته در میان حزب جمعیت دانسته و پیام به وی دارد. من امرالله صالح ته اطمینان ورکوم چې اندېښنه مه کوه، زمون کور دا د حزبیانو کور دی. دا کور د دې کور د ورانېدو ډېر کوششونه شوي، ته خو لا یو وړوکی ماشوم یې، او اوسه پر دې ذهن هغه زیاته نه دی رسېدلی چې ته داسې یو مسائل چې هغه د حزب اسلامي د یو تنظیم چې 8 کاله سابقه لري د شوروي اتحاد سره وجنګېد. په هغه وخت کې چې د شوروي اتحاد سره جنګېده، امرالله صالح په پاکستاني دفترونو کې د ټایپست او کمپیوټرس په حس باندې کار کوه. آقای سعید از حکومت میخواهد جلوی افرادی را که از بلندگوی حکومت برخلاف برنامه های این نظام سخن میزنند بگیرد. او د دولت او د نظام نم غواړو چې د دغه سي انسانانو چې هغه د دولت د پالیسیو په خلاف چاپی ردی کار کوي، د دوی یې مخه ونیسي او یې په خپل کورونو کینی، تر څو موږ وتوانیږو په اسانۍ سره خپله د سولې پروسه مخکې یوسو. اما پاسخ حکومت در برابر این خواست حزب اسلامی چیست؟ تفاهمنامه صلح که میان حکومت افغانستان و حزب اسلامی امضا شده، حکومت افغانستان کاملا متحد است. برخی از تفاهمنامه عملی شده و برخی کمی که مانده و در اون مورد حکومت افغانستان کاملا متحد است که کارهای عملی پیش برود. با این حال برخی از نمایندگان مجلس این تنش ها را در میان احزاب سیاسی در کشور جنگ زرگری پیش نمی دانند. جنگ اینها همیشه جنگ زرگری است. جنگ بر اثر منافعشون است. یک روز اینا بندازی دشمن میشوند که گوشت و کارت هستند، روز دیگر اینا بندازی دوست میشوند که در یک بستر سیاسی میخوابند. پیش از این امرالله صالح در نشست در ولایت کابیسا گلبدین حکمتیار را به اهانت به قربانیان جنگ متهم کرد و گفته بود که او مخالف گفتگوهای صلح نیست، اما رویکرد حکومت افغانستان در برخورد با گلبدین حکمتیار و نحوه استقبال او در کاخ ریاست جمهوری را اشتباه آمیز دانسته بود. حرفی که با انتقاد تند برخی از هواخواهان حزب اسلامی نیز روبرو شده بود. داعش بر باشندگان ولسوالی اچین ولایت ننگرهار حمله کرده و 6 باشنده این ولسوالی را کشت. سخنگوی ولی ننگرهار میگوید این حمله زمانی انجام شد که جنگجویان این گروه میخواستند یکی از باشندگان ولسوالی اچین را با خود ببرند و هنگامی که باشندگان این ولسوالی مانع آنان شد، دست به کشتار مردم زدند. 15 داعشی هم از سوی مردم در این درگیری کشته شدند.
احمد شکیب محمدی گزارش میدهد. گسترش فعالیت های داعش در ننگرهار. جنگجویان داعش به تازگی بار دیگر بر ولسوالی اچین ننگرهار حمله کردند و 6 باشنده منطقه وچکوت این ولسوالی را که یک بانو نیز مشمول آنهاست کشتند. اچین ولسوالی وچکوت سیمه که داعش وسلوار و دلیز برید ده ملکی وگرو پا کورنو کرده و چی یلتن بخوامت سر مخشی و ده ملکی وگرو داعش ترمن جگره شده و ده جگره پا پایله که 15 داعش وسلوار وجل شده و متاسفانه چې دیوی مرمنی په ګډون شپږ ملکی وګړي هم شهیدان شوي و یو بل ټپي شوی دی. آواره شدن برخی از باشندگان این ولسوالی و تخریب خانه هایشان نیز ناشی از این روی داده است. کورنو ته هم زیان نوختی دی، یو شمیر کورنۍ بیځایه شوي دي. د جګړې سره سم چې دغه جګړې شاوخوا 3 ساعته دوام درلوده، سیمې ته امنیتي موظفین رسېدلي دي، هوایي ځواک هم رسېدلی و. دایش وسلوال لسیمی څخه پاتې کسانې په تیښته بریلی شوي دي، یو شمېر وجل سوو جسدونه هم په سیمه کې وو. نگرانی ها این است که اگر جلو فعالیت های داعش گرفته نشود، آینده کشور با تهدید جدی روبرو خواهد شد. غوښتنم تی داده چې ډېر زر دا سیمه د تهدید لاندې ونیول شي او د چانیز عملیات تی وشي او د سیمې نه دا خلک ځکه دا سیمه ډېر ستراتیژیک اهمیت لري. اما چرا حکومت تا هنوز موفق به نابودی کامل داعش در کشور به ویژه در ولایت ننگرهار نشده است؟ پروژه داعش ایجادش توسط ایالات متحده آمریکا برای مهار کردن و یا نفوذ در آسیای میانه و روسیه و چین هست. با اون نسبت است که ولی حکومت در این باره چه گفتنی دارد؟ در حدود 5-600 نفری که اینا موجود هستند در کوها، اینا متواری هستند و در بخاطر یگان روز اینا منسجم میشن، 5-6 نفر یا 10 نفر یا 20 نفر در یک جای حمله میکنن بخاطر از اینکه برای تبلیغات که اینا زنده هستند و حضور دارن. در غیر او ما بر شما به باور گفته میتونیم که داعش در افغانستان شکست خورده. نگرانی ها از افزایش فعالیت های داعش در ولسوالی اچین ننگرهار در حال ابراز می شود که در چند هفته پسین نظامیان کشور و نظامیان امریکایی عملیات شدید زمینی و هوایی را بر ضد جنگجویان داعش در این ولسوالی بر راه انداختند. شماره از نمایندگان شورای ولایت کندوز میگویند برخی افراد در درون و برون نظام برای طالبان جنگ افزار می دهند. اعضای شورای ولایتی همچنان راه اندازی نشدن عملیات ها در زمان مناسب را عامل افزایش نبرد در این ولایت دانسته و تاکید می ورزند حکومت مرکزی نسبت به تامین امنیت در کندوز سهل‌انگاری می کند. هرچند اتهام های مبنی بر پشتیبانی و تجهیز طالبان در شمال شرق کشور از سوی حلقات در درون و بیرون نظام تازگی ندارد، اما سپردن تجهیزات از سوی برخی چهره ها در درون نظام در کندوز نگرانی ها را افزایش داده است. برخی از اعضای شورای ولایتی این ولایت میگویند برخی ها تلاش دارند تا تجهیزات سبک و سنگین را به دسترس طالبان قرار بدهند. کسایی که از وقت از فرصت سوء استفاده میکنند اسلحه و مواد دم دست داشته خودشان را بنا به فقری که وجود دارد اینا میتونن از داخل دولت و بیرون بکشن و اونا بسپارن. از سوی هم فرمانده کندوز فروش و سپاریدن هر گونه جنگ افزار به مخالفین حکومت از سوی نیروهای امنیتی و دیگر افراد در بیرون اون از حکومت را رد میکند. او میافزاید نیروهای امنیتی به شدت افرادی را که دست به چنین اقدامی بزنند زیر نظر دارند و برای آنان فرصت انجام این گونه کار را نمیدهند. چنین حادثه در وقت در کندوز اتفاق نیفتاده و ما سراغ نداریم که از ما پرسنل ما یعنی از روزی که ما آمدیم شاید یک مورد بوده باشیم که از تجهیزات امکانات پلیس برای دشمن انتقال شده باشه و تسلیم داده شده. بر بنیاد گزارش ها چندین بار نظامیان کشور در کندوز از سوی نفوذی های طالبان آماج حمله قرار گرفتند و یا اینکه مقدار از مهمات و جنگ افزارهای این نظامیان به چنگ مخالفان مسلح افتاده است. اکنون مردم این ولایت نگران هستند که اگر این وضعیت ادامه یابد امنیت کندوز بدتر از پیش می شود. مردم کندوز و شورای ولایتی باورمند است که نیروهای مسلح غیر مسئول و فروش جنگ افزارها در این شهر سبب تقویت طالبان و سقوط چندین باره این ولایت شده است. شفیق پویان، تلویزیون خورشید، ولایت کندوز.
نشریه فارین پالیسی نگاشته است پیروزی آمریکا در نبرد افغانستان زمان میسر است که آمریکا نظامین افغان را از لحاظ ظرفیتی تقویت کند، اما اعضای مجلس نمایندگان میگویند آمریکا هنوز هم به گونه صادقانه نظامین افغان را تجهیز نکرده است. پس از حضور 16 ساله نظامیان آمریکایی در افغانستان، هنوز هم پیروزی واشنگتن در این جنگ به دیدگاه تردید از سوی نشریه های آمریکایی نگریسته می شود. جنگ افغانستان برای امنیت ملی آمریکا مهم است، چون القاعده هنوز کاملا نابود نشده است. افزون بر آن، جنگ افغانستان یک آزمایش مهم برای عملی شدن تعهد رهبری جدید آمریکا می باشد. اعضای مجلس نمایندگان نیز میگویند تا زمانی که آمریکا به گونه‌ای صادقانه در کنار نظامیان افغان برای مبارزه با هراس افغانان قرار نگیرد، جنگ کنونی پایان نخواهد یافت. اگر آمریکا تصمیم بگیره میتونه لانه‌های هراس افغان در اون طرف مرز هم توسط تیارها یا راکت‌های دوربردش از بین ببره، اما متاسفانه اونطور یک گپ نیست. از دید این نشریه آمریکایی، شرط دیگر پیروزی جنگ آمریکا در افغانستان کمک‌های نظامی با فناوری‌های مدرن به نظامیان افغان است. آمریکا باید عملاً به نظامیان افغانستان کمک کند تا این نظامیان خودشان توانایی جنگ در برابر شورشیان را به دست آورد و برای پیروزی در پهلوی کمک‌های نظامی ظرفیت سازی ملکی بسیار مهم است. آگاهان نظامی نیز تایید میکنند تا زمانی که کمک‌های بیشتر و آموزش فناوری‌های مدرن جنگی به نظامیان افغان داده می‌شود، پیروزی در این جنگ غیر قابل پیش بینی است. تا زمانی که نیروی افغانستان با یک نیروی عصری با تمام سلاح و تجهیزات و تکنیک محاربه‌ای و قوت‌های هوایی مجهز نسازد، روی کامیابی را نمی‌بینیم. بحث ظرفیت سازی هنگامی در رسانه‌های غربی نشر می‌شود که هنوز هم تاریخ دقیق فرستادن نظامیان جدید آمریکایی به افغانستان اعلام نشده است. شماره از ولسوالی‌های ولایت‌های سرپل، جوزجان و پکتیا با تهدید بلند امنیتی روبرواند. برخی سناتوران با بیان این مطلب از حکومت می‌خواهند تدابیر لازم را برای تأمین امنیت این مناطق بگیرد. در غیر آن مسئولیت سقوط آن به دوش نهادهای امنیتی خواهد بود. حمله های خونین هراس افغانانه در روز نخست ماه مبارک رمضان در کشور شماره از سناتوران را متاثر ساخته است. این سناتوران از طرف های درگیر خواستار آتش بس در این ماه پربرکت هند. جار واقعا یک جای تاسف می دانیم که تحت نام اسلام و مسلمان باز در ماه مبارک رمضان، در ماهی که در اینجا عبادت است، باید خیرات و زکات داده شود، ما خون انسان ها را برای زمین می ریزانیم. برخی ها در مجلس سنا از وضعیت بد امنیتی در شماری از ولایت های کشور نیز خبر می دهند. اونجا گماشته شده، مدیریت ندارن، به می اساس سقوط میکنن. اگر واقعا سرپل سقوط کنه، جناب رئیس صاحب یک فاجعه بزرگ خطرناک انسانی در این سناتوران تاکید میکنند که عامل بنیادی نامنی ها در کشور افزایش مخالفت های سیاسی در میان مقام های رده نخست حکومت است. متناسب با نیازمندی ها، متناسب با تکتیک های دشمن، متناسب با وضعیت دولت تصمیم نمیگیره و در زدوبنده و در مشکلات داخلی خود متاسفانه مصروف هستند. رئیس مجلس سنا از حکومت میخواهد تا تدابیر لازم امنیتی را برای مهار حمله های هراس افغانان در کشور بگیرد. جوزجان و بلد سریپول و در زرمت در پکتیا پیشنهادونه پا سرستر بود. من مستاس و غختن شما تقاضای شما را درج کردیم. انشالله هو به حکومت میرسند به مسئولین امنیتی و بازم اگر پرستگی به پیام شما رسیدگی نشد او حقیقت داشت، مسئولیتش به دوش مسئولین وزارت داخله و وزارت دفاع و مسئولین امنیتی است. سرانجام مجلس سنا تصمیم گرفت تا یکی از روزها به دور از دوربین های رسانه ها نشستی را در مورد نامنی های کشور برگزار کند و طرح را در این زمینه به حکومت آماده سازد. فساد اداری در وزارت مهاجرین و عودت کنندگان کاهش یافته است. وزیر مهاجرین و عودت کنندگان میگوید از 3500 نمره زمین که در حال دعوا بوده، 1650 نمره آن به مستحقین توزیع شده است و از تصویر پلیسی در پیوند به مبارزه با فساد اداری خبر میدهد. فساد پدیده‌ای که به گونه جدی دامنگیر افغانستان شده است. اما وزیر مهاجرین و عودت کنندگان امروز در نشست خبری از کاهش این پدیده در وزارت یاد شده خبر داده و میگوید در پیوند به کاهش گسترده فساد، راهکاری را در سال 1394 طرح کرده بودند که در سال 1395 تصویب شد و اکنون به مرحله اجرا گذاشته شده است. پالیسی در ابتدا تهیه شد
و در کمیته فرعی شورای وزیران و در کمیسیون عالی امور مهاجرت که تحت ریاست جلالت مآب رئیس جمهور است این پالیسی تصویب شد و مورد اجرا قرار داده شد. از 3500 نمره زمینی که از سوی غاصبین غصب شده بود، 1650 نمره آن به مستحقین آن توزیع گردیده و همچنان از غصب دوباره 1800 جریب زمین در ولایت پروان خبر می‌دهد. 1800 جریب زمین غصب شده بود و ما کوشش کردیم تا یه سال گذشته این 1800 جریب زمین از دست غاصبین بیرون بکنیم. وزارت مهاجرین و عودت کنندگان جهت شفافیت بیشتر در اموراتش از ایجاد کمیته تشخیص و تثبیت مستحقین و طرز العمل برای توزیع زمین خبر می‌دهد. برنامه رقابتی خوانش قرآن میان 30 قاری در 7 ولسوالی کهدامن برگزار شد. این برنامه با ابتکار کمیته علمی و فرهنگی شورای مردمی کهدامن راه‌اندازی شده بود که از این میان 3 چهره برتر گزینه شد. در همین حال مسئولان معارف این ولسوالی ها از فراهم کردن زمینه آموزش آمادگی کنکور که از بودجه شخصی فرمانده میر امان الله گذر راه اندازی شده ستایش می کنند. برای دومین بار برنامه رقابتی و تشویقی قرائت قرآن کریم میان باشندگان 7 ولسوالی کهدامن راه اندازی شد. هدف از برگزاری این رقابت رشد استعدادهای جوان و نوجوانان دانسته شده است. در این مراسم که 30 قاری از 6 ولسوالی اشتراک کرده بودند، احسان الله از ولسوالی قره‌باغ جایگاه نخست و عبدالوارث از شکردر مقام دوم و محمد شعیب نیز از ولسوالی میربچکود جایگاه سوم این رقابت ها را از آن خود کردند. باید ما قرآن عظیم و شان رعایت کنیم، به دیگران یاد بدیم. ما از دولت خود زیاد تقاضا میکنیم که ما را تشویق کنند که دیگران علم ما بلند بره. مسئولان معارف این ولسوالی ها از اقدام فرمانده میر امان الله گذر رئیس شورای اجتماعی مردم کهدامن از بهره فراهم آوری کورس های آمادگی کانکور از بودجه شخصیش ستایش نمودند. گذر صاحب که در اختیار ما بودجه را قرار داد که ما به اعصاب آرام تانستیم اف کلستر آمادگی کانکور در سطح اف ولسوالی کهدامن را اندازی بکنیم. عالمان دین از باشندگان این ولسوالی می خواهند برای رشد آموزه های دینی توجه نمایند. از طرف هم بزرگا هیچ توجهی به مدارس نمی شه. بنابراین خواهش ما، تقاضای ما ای است که ما بتانیم ارزش های اسلامی خود را احترام قائل شیم. شورای اجتماعی مردمی کهدامن بر رهبری فرمانده میر امان الله گذر افزون بر برگزاری این برنامه، برنامه های آموزشی کانکور را از بهره راهیابی دانش آموزان به دانشگاه ها، برگزاری برنامه های ورزشی برای جوانان و حل منازعات قومی را نیز در چند سال پس این راه اندازی کرده است. خبرهای اقتصادی هم لحظات بعد تقدیمتان می شود. با ادامه خبرها خوش آمدید. هنوز هم حکومت افغانستان نتوانسته از فرصت‌های موجود سرمایه گذاری به گونه درست استفاده نماید. معین جدید تجارتی وزارت تجارت و صنایع میگوید با توجه بر این که در حال حاضر افغانستان فرصت‌های زیادی را برای جلب سرمایه گذاری در اختیار دارد، در صورت که حکومت زمینه‌های بهتر را برای سرمایه گذاران فراهم سازد تا چند سال دیگر افغانستان به یک کشور صنعتی در منطقه تبدیل خواهد شد. کاملا صدیقی، معین جدید تجارتی وزارت تجارت و صنایع میگوید در حال حاضر افغانستان فرصت‌های بسیاری برای سرمایه گذاری در بخش‌های گوناگون به ویژه تولید فرآورده‌های داخلی دارد، اما به دلیل بی‌توجهی حکومت در بیشتر از یک دهه پسین این فرصت‌ها دست ناخورده باقی مانده است. می‌خواهیم و می‌توانیم افغانستان را از کشور مصرفی به یک کشور خودکفا و تمویل کننده خود مملکت تبدیل نماییم. اما وزیر تجارت و صنایع میگوید در چند سال پسین به منظور خود بسندگی افغانستان در بخش‌های اقتصادی کارهای جدی و بنیادی انجام شده است. کارهای زیاد پیش صورت گرفته و آخری گزارشی که از بانک جهانی در سایتشان ریلیز شده این بود که جایگاه افغانستان از 183 به 172 انشاءالله او را پیشرفت نشان داد. با گفته اعضای بخش خصوصی افغانستان در حال حاضر به دلیل نبود مسئولیت سرمایه، نبود امنیت و همچنان پیچیده بودن قوانین سرمایه گذاری ها سبب شده است تا فعالیت های سرمایه گذاری در افغانستان با کندی روبرو گردد.
ریاست اقتصادی ملی بس به زودی ترمیم وسایل نقلیه شخصی شهروندان کشور را با بهای پایین‌تر از نرخ بازار آغاز می‌کند. مسئولان وزارت ترانسپورت و هوانوردی ملکی می‌گویند این ریاست ماشین‌های پیشرفته در بخش ترمیم وسایل نقلیه در اختیار دارد و آنان تلاش می‌ورزند از این ماشین‌ها در خدمات عامه کار گیرند. تصدی ملی بس پس از این که با سقوط روبرو شد و تمام بس‌های شهری را از شهرها گردآوری کرد، کارمندان فنی این نهاد بیکار شدند، در حالی که تنخواه آنان تا اکنون پرداخت می شود. به تازگی مسئولان وزارت ترانسپورت و هوانوردی ملکی می گویند قصد دارند از نیروی کار و تجهیزات تصدی ملی بس به گونه درست کار گیرند. ماشین‌هایی که سال‌های قبل با افغانستان همکاری شده بسیار پیشرفته است، خرادی است، تمام موارد دوجا است. این توجه نشده بوده. فعلا این در حالت ترمیم شدن است. اکثریت ماشین‌آلات ترمیم شده و دیگه کارم جریان دارد تا بتانیم که همین مشکلات خودمان حل بسازیم. آقای قوانج می افزاید تلاش می‌ورزند با ترمیمگاه‌های وسایل نقلیه شخصی در شهر کابل رقابت نمایند و هر موتر شخصی را پایین‌تر از نرخ بازار در تصدی ملی بس ترمیم کنند. به باور وی با این کار هم درآمد ملی افزایش خواهد یافت و هم ترمیمگاه‌های موترها را به کار معیاری وامی دارد. بعد از دو سه ماه هموطنان ما و حتی دوایر دولتی بخواهند که وسایل خود را ترمیم کنند در ملی بس، در ریاست ملی بس میتونند ترمیم کنند به ارزان‌تر، به نازل‌ترین قیمت. این در حال است که وزارت ترانسپورت و هوانوردی ملکی پس از 7 سال دوباره تلاش می‌ورزد بس‌های شهری را برای عرضه خدمات ترانسپورتی بهتر وارد شهر کابل بسازد. خبرهای خارجی پس وقفه کوتاه، اما قبل از آن باز هم خوش آمدید. گزارش‌ها از سریلانکا می‌رسانند که شمار جان باختگان سیل در این کشور به بیش از 12 تن افزایش یافته است. بر بنیاد گزارش‌ها بارش شدید باران‌های موسمی در سریلانکا سبب جاری شدن سیل در بخش‌هایی از این کشور شده است. مقام‌ها در این کشور اعلام کردند که دست کم 122 تن در این رویداد جان باختند و بیش از 90 تن دیگر ناپدید هستند. جاری شدن سیل همچنان سبب تخریب صدها خانه شده و 400 هزار تن را بی خانمان ساخته است. پایگاه‌جویان مخالف دولت در فیلیپین دست کم 19 غیرنظامی را کشته و شمار دیگری را زخمی کرده است. ارتش فیلیپین امروز اعلام کرده است که شبه نظامیان حامی گروه داعش در شهر مسلمان نشین ماراوی واقع در مناطق شمال غربی این کشور غیرنظامیان را آماج قرار داده است. گفته شده است که 3 زن و 1 کودک نیز در میان قربانیان این حمله هستند. در حالی که عملیات آزادسازی شهر موصل در عراق ادامه دارد، سازمان ملل متحد نسبت به غیرنظامیان گیرمانده در این شهر ابراز نگرانی میکند. بر بنیاد گزارش ها مقام های سازمان ملل متحد امروز گفتند که غیرنظامیان در مرکز شهر موصل از چندین ماه به این سو با چالش جدی کمبود آب آشامیدنی و برق روبرو هستند. با گفته این مقام ها پایگاه‌جویان گروه موسوم به دولت اسلامی نیز از غیرنظامیان به حیث سپر انسانی استفاده میکنند. و جنگنده های مصری امروز نیز مواضع پایگاه‌جویان گروه موسوم به دولت اسلامی در لیبیا را آماج قرار دادند. با گزارش خبرگزاری رویترز، پس حمله انفجاری 2 روز پیش بر مسیحیان قبطی در مصر، جنگنده های این کشور مواضع شبه نظامیان را در لیبیا آماج قرار دادند. تا اکنون در مورد تلفات این حمله ها گزارش منتشر نشده است. خبرهای ورزشی هم پس وقفه کوتاه تقدیمتان می شود. و این هم چند رویداد ورزشی از افغانستان و جهان. اعضای تیم مبارزات آزاد افغانستان که چند پیش به نمایندگی از نیروهای امنیتی کشور در رقابت‌های آسیایی اشتراک کرده بودند، امروز از سوی کمیته ملی المپیک مورد ستایش قرار گرفتند. همایون آشنا با جزئیات بیشتر این خبر.
تیم 6 نفری مبارزات آزاد با کسب 2 کمربند قهرمانی و 4 مدال طلا از رقابت‌های آسیایی که به میزبانی پاکستان در اسلام آباد میان 5 کشور را اندازی شده بود، توانستن مقام نخست را از آن خود کنند. ملی پوشان کشور در این رقابت ها به نمایندگی از نیروهای امنیتی کشور اشتراک کرده بودند که جایگاه بهتری برای افغانستان به ارمغان آوردند. اینا افتخارات را که آوردن، اینا پیامای صلح افغانستان را برای منطقه بردن و از اون طرف پیامای صلح را بر مردم افغانستان آوردن. اینا افتخارات افغانستان هستند. اینا سر افتخارات از جا ما همیش مردم افغانستان میبالند. لا گرستیم و 2 کمربند گرستیم، مرکزی نیمه مرکزی از خود ما شد و تمام افغانستان البته تبریکی میگم برشون. مبارزان کشور که با بودجه شخصیشان در این رقابت ها اشتراک کرده بودند، از بلند بودن سطح این رقابت ها این گونه سخن میگویند. همی سفر را که ما هم در آنجا رفتیم با کمک و با غیرت و با توانی های نیروهای امنیتی ماست که ما در آنجا رفتیم. پاکستانی ها بسیار خوشبین بودند که ما بتوانیم باز یک دفعه باز افغانستان را شکست بتوانیم، که خوشبختانه کامیاب به این نشدند و پیروزی را افغانستان از آن خود. این مسابقات در 20 ماه می سال روان را اندازی شده بود و برای 5 روز ادامه داشت. کمیته ملی المپیک کشور از افتخار آفرینی این ورزشکاران نیز ستایش نمود. تیم های ملی کرکت افغانستان و پاکستان قرار است به زودی دو دیدار دوستانه 20 اوره کرکت را برگزار کنند. این رقابت ها میان این دو کشور در حال انجام می شود که مثلا برد کرکت افغانستان در سفری به پاکستان به توافق رسیدند تا بازی نخست در کابل و بازی دومی در لاهور برگزار شود. ملی پوشان افغانستان و پاکستان پیشتر از این در رقابت های آسیایی به مسافه هم رفته بودند که این رقابت به پیروزی پاکستان انجامیده بود. و آبی آناریاهای بارسلونا، آرسنال، بورسیا، دورتموند و پاریس سن ژرمن در دیدار جذاب دور نهایی رقابت‌های گوناگون جام حذفی اروپا توانستند با پیروزی در برابر حریفانشان این فصل را با یک قهرمانی به پایان برسانند. بارسلونا با غلبه 2-1 در برابر آلوس با پیروزی رسید. آرسنال با درخشش بهتر ستاره‌هایش در برابر چلسی با قهرمانی رسید. دورتموند با برتری 2-1 در برابر فرانکفورت با پیروزی رسید و پاریس سن ژرمن با برتری 1-0 آنژ را مغلوب کرد و برای سومین بار قهرمان جام حذفی فرانسه شد. و این هم وضعیت هوای فردای کابل و چند شهر دیگر کشور. این بود خبرنامه ساعت تقدیمتان شد. سپاسگزارم از توجه و همراهیتان. اوقاتتان خوش. خدا نگهدار.